أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. خداوند این عملی خیر از ما قبول کن و امید ثواب اینجا جمع شده این و برای ما نفس آمونه حرکت آمونه ثواب نگیست، زیرا اینکه تو پروردی را یک قطره آب صورت بخشیدی و زیبا کردی، برای او چی نیروهای دادی، برای او چی بزرگی های دادی، برای او رزق دادی، یاد کو با این قدر بزرگی دادی، تو قادری که بلاها را سری بکنی، تو قادری که بیماری را شفا دهی، تو قادری که برای اینها عزت بخشی، با تو قادری که اینها خود چون اگر ناشکری کنند و به عروج کنی، زیرا اینکه تو خیزلان میکنی، خار میکنی، کدام وقت خار میکنی، همون وقت خار میکنی که این خودش خود شفانده کن. پروردگار هیچ محل از ما ایمان را دور نمیکنم، ما خود ما نسبتی ایمان به بابت میکنیم. پروردگار هیچ محل اسلام از ما دور نمیکنم، ما خود ما نسبتی اسلام به بابت میکنیم. شیطان هیچ محل قوا و قدرت نداره که ایمان از ما دور کنم، ما خود ما ایمان را به صاحب میمانیم، این بابا میگه میگیره میگیره باید همشه خود ما برکنیم. اگر ما خود ما ایمان مانا اسلام مانا رونق دهیم، تو نه شیطان نه ابلیس نه جین یکان تا اینو یکان کار کردن می کنن. همه این دکی عزیزان، همه این دکی هم عیب خود مانا. برای این اکیرا احتیاط باشه، احترام کنیم این ساعت های اصلا که دماغ کنیم پرولی بارو، تو به همه ایکار قادیم، بیمارانون شکات مشکلاتون من آسان کردار، ما را صاحب توفیق هدایت کن. خدا من دار دین دوست داریم آزیم که ما دین دوست داریم، با او زندگی کنیم، با او عمل کنیم. وقتی انسان که دین دار شمن او را خدا دنیاش آباد میکنم. وقتی سلطان صلاح الدین به دنیا میدیار، شما همه تا سلطان صلاح الدین ایوبی را میدونیم، سلطان صلاح الدین و دریام میلیار فرد پدرشان نجیب الدین ایوبی یکی از سپاهی های همون دوران شاه و امیرش بود، خلیفه بود و می بیارن میچشون میگن که چی نامش میمونید؟ میگه یوسف. نامشان چی در سلطان هم؟ یوسف. گفتن چی لقبش میمونید؟ یکان انسان در اسلام در لقب نبود، لقبای سالیمش میمونید. چی لقبش میمونی؟ نجیب الدین. و من یک کمی احساس گفت اگر دینش اصلاح شود خدا دنیایی را آباد میکنم. گفتن چی؟ گفتن کسی را دینش اصلاح شود دنیاش آباد میشود. گفتن چی لقب پس خلافت دین؟ کسی را تا دینش درست نشود دنیاش آباد میشود. دینداری غلط باشد، دینداری نمرانی باشد، عزیزان خداوند دنیا را برای تو شود نمیکنم، برعکس تن میکنم. کسی که ایاد خدا خشد دور کنم، کسی که ایاد رسول خشد دور کنم، قسم به خدا کسی ایاد اسلام خشد دور کنم، فا این لهو معیشت همدن که آخران میکنم. ما برای او یک زندگی تن میتیم، هیچی معنی نداره زندگیش، هیچی. زنی برد فرزندهای ما فرمان، پول هست برکتش نیست، دنیا هست حرمت ندارن، هیچ معیشت هم زنکا معیشتی تن دوش میتیم و مینه و روز قیامت و کور میخیزانیم شم میخیزه که کور های نبیدم کجا را خبر چی با؟ این دنیا ده که تکیم و زندگی نکردی برنامه حبیب و پیغمبر و دلو فهمیدی که کور میخیزی. انسان وقتی اگر کور شد و اینجا کشت دارید، برای من همین کسی که در این دنیا طبق قانون خدا و رسول زندگی نکنه و کور میخیزه فرقا، پدرش دعاش میکنه که فرزندم اگر تر دینت اصلاح شود دنیا اصلاح میشود، تر دینت آباد شود دنیا آباد میشود،
دینداری ما خیلی پسته که دنیای ما بسیار پنده. باید دینداری ما بلند شود. ما باید دیندار باشیم. همین قدر دینداری ما زیاد شود و دنیای ما آباد شود. و ناشمه نما صلاح الدین پنجم جمع صلیبی را بکنم. خدس شریف از دست این جانوران وحش بگیرم. دولت ایوبی ها را تشکیل بگیرم. شما خودتان اکنون حیال و فعالیت شخصیت را بدانید که صلاح الدین چقدر انسان داشته اگر دینداری مادر درست نباشه بوی دنیای این چی معنی داره برای مسلمان. مسلمان باید دینداریش درست باشه. همون روزه که صلاح الدین و دنیا مبیران همون روز پدرش نامی اونم میمون و لقبش میمون نامش یه لقبش دیگه اگر دینش اصلاح شود دنیاش آباد عزیز اتا دینی ما اصلاح نشود دنیای ما آباد نمیشود. فإن الله معيشه ضنكه كسر الدين شي سوال ما شاء الله خداوان زندگی تنگ به تبرای دو زندگی معنی نداره هیچ زندگی معنی نداره حسن بخدو این سنگونی زندگی نیست این پیشانونی زندگی نیست با ترکنه نکاح کرده استیم با سگ نکاح کرده استیم همه زندگی مرد با مرد اجازت داده استیم زن با زن اجازت داده استیم کسی چیز خیلی میخواه زندگی کنم یعنی حیات بیولوژی میخواهم مرد بنوشم میخواهم تک یک مقصد دیگم همون تحبوش میگردم میخواهم رویون میگردم میخواهم در همین جا همه عمال فحشمه کنم همین زندگی فعیدن لابو معیشت هم خدم که کسی دینداریش خوب نیست حیاتش بدن زندگیش برای تشویش هست زندگیش از بیمعنیگی هست یکان چیزی که آرام میکنه مرا آسودن میکنه مرا خاطر مرا جمع میکنه انسان به یک دست قبطی بزرگ قلم قبیله ایسانه هست حیات جاویدانه میتیم این ایمانی بخدا باید ما بخدا تسلیم شدیم اسلمت لله اسلمت لله رب العالمین ابراهیم پدر من گفت خدایا قسم میخوام که با تو به پرگی تسلیمم تسلیم خدا شویم رزقی کیان شفاتی کیان غمتی کیان خرسندی کیان موسی از قعر بحر کینه جب میتیم رسول الله را شریعش در تمام دنیا کی پهن میکنم امروز در تمام دنیا ندای ملکوتی اعظم که اجازه بگیمش خدا های باید ما خدا در تسلیم شدیم باید ما خدا در بپرنگی تسلیم شدیم انا همه برادر اسلام این خیلی نه که غیر اون کسی که اسلام نیست ما او را باید زیر مزمه گیریم نه کسی که در اسلام تسلیم میشود باید محیط چند فرمان کنم در زمان خلیفه‌ای ابوبکر و عمر و عثمان و علی هزارها یهودی بودن زندگی به تحت مسلمان هزارها مسیحی بودن زندگی میکردن اسلام باید مجبور نکرد برای همین پروردگارا تیندم تی گیرندم تی سازندم تی سوزندم تی یک قطره آبره که در تی همون دوربینا میبینم از 2 تا 25 هزار درجه کاهش میکنم از 2 درجه تا 25 هزار درجه کلامش میکنم و اما را میبینم که همه حرکت کرده است یک دونه هوای ما اوشموه یک دونه هوای ما اوشموه تا انامی را آبی جهنده زیشت قدرت میتری دنیا دار میکنی سیاست مدار میکنی عالم میکنی پیامبر میکنی تا میکنی اوشم وقتی که تیه قطره رو بای خیلی بکنی خیلی بزرگی میتی ما ایمان داریم که بلاها را سر مکن بکنی ما ایمان داریم که تو توفیق میتی ما ایمان داریم که مدت فرزند میتی ما ایمان داریم که مدت رزق میتی لیکن همه همینا در چی تی در انا همون معیشه تی تی که پیغمبر همو زندگی را کردن صحابه همو زندگی را کردن همه دوست میدارم آبی پاک لباسی پاک خانه پاک زنی پاک الله جلال و دوشان مجید همیگه تاییبا رزقن تاییبا پاک 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 همه جا پاک
آدم پاک، زبان پاک، چشم پاک، زندگی پاک، زن پاک، خداوند و پاکی را همه دوست می‌دارد. برای او پاکی ده، قلب پاک ده، زندگی پاک ده، فرزند پاک ده، لباس پاک ده، تمام پاک ده، تا روز نوردن مبیرد. همین قدر از خدا طلب کنیم، همین قدر او برای ما در روزهای رحمت چنین شده. این بزرگ در کتابش نمیشته، اگر روزی شما بیدار شده ببینید که یک توده فیل، یک توده چیه جمداری از نام این چیه؟ فیل یک توده خریفته این هزار دومن در آسمان حرکت دارن، شما ایران میشه یک سره خوب خیزه گوان هزار دومن فیل در آسمان حرکت دارن. در آسمان چی دارن؟ حرکت دارن. هم میخنده هم باور نمیکنه بگی چی روز باشم چه فیل در آسمان حرکت میکنه. نکم شما بگید مراتبه نظر کنه این خطر بارانی در زمین میریزن وزن اون چند گرم دست نال از ده پنج گرم باران میبیو میلیارد ها دامن جمع میشوند و فرمی میلیارد ها دامن در حالت تراکم و یک دیگر جمع کردن می جوشن. وقتی که جوشیدن اون شکل چیره میگرفتن بخار. این که بخار میشوند بخار میشوند با سوی چیه برو میروند؟ آسمان. یک کیلومتر پهنه، یک کیلومتر دروازه، یک کیلومتر زمین. همین علما جمع کردستیان هزار متر این بر، هزار متر بالایی، هزار متر قفسی ابر جمع کردستیان. همین سرم زدستیان یه هزار به هزار، هزار به هزار، اگر نالور پایان فروره نه پنال ایدش، یک هیان میشه یک میلیارد، یک میلیارد گرم، یک میلیارد نال از پنده میگرمی جمع کردستیان. با همین آوردیم و نال از ده پنج زر بزدیم پنصد هزار نیمیلیون گرم آمده است. نیم میلیون گرم جمع کردیم برابر چند پنصد تان اولانو حساب کردیم. هر یک کیلومتر ابر پنصد تان وزن داشته. اگر یک فیل پنج تان برویم، اگر یک فیل چند تان برویم؟ پنج تان برویم. پنج صد دانه فیل است یک کیلومتر ابر. یک کیلومتر ابر صد دانه فیل پنج تان برده است. شما یک ساعت خیزه میگه در آسمان صد دانه فیل بینه میترسه، میگه در بالای سرش تو میگه ابرهای هست اگه ای فیل از بینم. یک کیلومتر او را این روز ایل بسپورت کرده است که 500 تن میبرامده. آیه مبارکه قرآن وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. او پروردگاری که وقتی که او را قهر شو، وقتی او را قدرتش میبیاد در زمین رعد و برق میبیاد. یک نو قدرت شنیشان میتیدی در آسمان یک روشنی میزنن. ریختر گفت از کی؟ ریختر در کتابش بین دو ابر وقتی میبیاد یا اینش پیلوسته اینش میلوسن بین اینها چکماق میبیاد. بین اینها چه میبیاد؟ چکماق. نام این در قرآن سوره از نام رعد. ما در قرآن سوره چی داریم؟ رعد یعنی چکماق، چکماق میزنن. همین یک چکماق بین دو ابر میبیاد گفته است تمام گسای دنیا را جمع میده گفته هزار ماری بخواده. در پیش قدرت خدا بوده هیچی مخلوق یک بار یک چخماق داشت. او پروردگان است که این چخماق و این قوه ها را بین ابرها میارد. خوف و طمع شما را میترسانم، هم شما را طمع تشنه میکنم. بس این رحمتش میارید و ینشئ السحاب الثقال و پروردگار با واسطه این چخماق این ابر در زمین میریزانم، این بخار میشود با ابرهای وزبین دیگر بالای سر شما تولد میکنند که یک دانه ابر یک کیلومتر
برآوردی 500 تن بودن. 500 تن اگر 5 تن حساب کنید 100 دانش فیل در بالای سرش مرفتیستن. این ابرار اگر یک کیلومتری حساب کنید این فیل رو نبینیم بترسیم. خدا منم به جاندارهایی دارن که 100 برآوردی فیل در بالای سرش مرفتیستن. و یون شکو سحاب و سقام این ابرها نام سحاب های ابر داریم نام غمام های ابر داریم نام چه عزیزان؟ غمام ابر داریم سقال سقال که در ابرها میگوین ابرهای پرمانان در باطنه کن این ممکن ابرهای غمامش که چند بار میشن از داخلی او باران میرزن قصر وقتا اقیانسا پر بشن یک از اگر من که در آسمان فیل بگرده میخندم نخند عزیزم تو قدرت خدا را بین بگم این ابرار اگر تو نظر کنی این ابرار اگر تو تماشا کنی این فیل هیچی هست حتی که همین اقیانوزا این ابر پر بشن با در پیش قدرت خدا مند هیچ چیز نیست با در پیش قدرت او هیچ چیز نیست برای من بنده اما همون خدایی که یک کیلومتر ابری رو در حساب در دمه بکنی کی میدانه این شبیه قدر کم چه سواب هست کی میدانه این سواب نماز ایشان چه خیلی کی میدانه این سواب موریز ها چه خیلی کی میدانه این علیف و درمومی و قرآن تلاوت چه خیلی این کی میدانه سواب حج چه خیلی این کی میدانه سواب افطار چه خیلی یا امر را حساب در دمه بکنی بودیم بوله سواب نمیکن آورد میخطون شد بود یه عبر بینید چه قطره های باران میبورد این قطره های باران اقیانوسا را پر میکنند این علما حساب کرده استیم این علما کتاب کرده استیم خشب حال انسانه که همه این چرای خدا دارند یعنی ما بین عیدیم و ما خلفه هم هم پیشه میدانند هم عقیفه میدانند میدانه که روز فرعون میبیاد چند سال عمر میبینند در این چند سال عمرش چیکار میکنند دست به کدام جنایت ها میزنند عاقبتش چیکار میشوند و اختیار خودش جهنم میرود علمی او میدان میرود علمی او کشف دارد عقیفه میدانند عقیفت کیه چیکاره ایتر ولی ابن مغیره پیامبر اکرم بسیار غم دارد پدر خالد بن ولید یکی از ریباخورهای قریش بود پرسیدش خدی میون مردم شکست بود همین خیلی ریباتی سخت بود پیامبر بسیار غم دارد ای هر گز از غم پیامبر صلی الله علیه وسلم صبرش پره شد آمد او برای ولید بن مغیره دو ولید بن مغیره یه روز اکنون صبر حد بزرش میگمد تو ولد زینایی تو حرامی دو در رسول بود اومد خانه در شیش ایران شد دو محمد امام مدرو من بود صلی الله علیه وسلم به ایمون بودش ندارد نکه راسبوی رسول الله بود شتر را بیاریم سوال شده بادیه بسر این مدر شد که همین اوچه ما پرسن که همین اوتی من کیه اومده علامه گریان کرده پیش مدر ششیش صحبت رفتن گرفته گفت مدر از برای خدا میدوند همین اوتی من کیه مدر سکوت کرد گفت شوخی را من دارم اگر قسم وقت دو اتما نگوی گفت این همین علامه برای سوزانده تو بگیریم گریان شده میان دوزگون میمیدن میان اگر من این کورا میکنم قسم به خدا قسم به خدا یک لات عزا بود من اگر لحقیت میکنم اوتما گو گو سبب شد بچم گو موجبه ها من قدید پیانبر اینا به حد زیاد رفته سن همین روز من بلد و زینا بود و این عبدالله بود رو بود اگه نیست همین باید اثبات کنم گو راست میگم عزیزم ای حد گذشتن در کار نیست همه کار دارم همه کار ای حد گذشتی و ای خود می پیشم هر ای کار حد دارم همون کفر هم حد دارم ای حد که گذشت پیامبر اکرم وقتی در تعریف شرمندش می کنم گفت چه دو اتاد ولی اتاد مغیره
توجیهی کلام بود. یک روز در اینجا بود، یک روز در هند، یک روز در یمن بود، یک روز دیگر بود. همین در این بدن تجارت اومدن، همین سالهای طولانی هست رفتن میگیرد. من زنی او بودم، زنی جوان بودم، بسیار سر اشتیاق بودم. هر یک میکنه به یک زن داشت، پولیوتا زیاد بود. یک گلابان داشت، اما گلابان کم کم پنوی من دعوت شده کردم که بچه گلابونی. بعضی حالات ها یعلم ما بین ایدیم و ما خلفهم. امرو در او پشتی مورا میدونم و کیم ایشی مورا میدونم یعنی ذات اقدس پیغمبرش خبر داد که اکنو پریش خود که گفت بچه همو گلابای بچه هم راست بخواد ولدو زینا بدن شد پیغمبر گم زد تاریخ دوری بیدن نگیره شرمنده شد الله جلال الله شمعون ده قسطتیه یا موده این وزبینه در سوره نون در حق این زد حمام، مشام، نمیم، کذاب خداوند ده قسطتیه زد و آخر دو سقسلیه سخار این پگه جهنم بوده و سین قطعه و آینده و جهنمیه هر باره که خالیدیم دیوالی دیوه پگه خون زوزو گیره بکن که اتیمه جهنمیه هر یک چی برادر رو اندازه بودن ای حد زشن در گل بزن در تمام دنیا ای حد زری اصول میشه همین کفر هم نفاق هم ای حد زری هم همین ای حد زش پیامبر در تاریخ ولید ابن مغیره را که بلنش هم معلوم کرد یعلم ما بین ایدیهیم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه علم ما ادراک ما دانایی ما دنیا را اختراعاتش، دنیا را پیشرویش، چقدر پیشگویی های، چقدر پیشروی های، قسم به خدا چند یک گرد علمی را به اقراط کرده را میکنه. وای مو را اقراط کرده گرد، مو را اقراط کرده نمیتونه، مو هیچی را نمیدانیم در پیش قدرتی. برای همین عزیز و برادر و همیشه فکر کنیم که اگر بیم در واسه فیلا رفته سینما میخنده، لیکن یک کیلومتر پهنی ابر گرفتیم درازش گرفتیم مقصد اگر بورا زمینش قد حساب کردستیم بورا آمده از 500 تون حساب کرده بولم 500 تون یک فیل 5 تون میبرو یک کیلومتر ابر 500 تون فیل بودن قدرتوش اما حیران بشنوام وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا و پروردگار هستی برای شما یوریکوم میبینید شما برق هم میبینید چکماق هم میبینید در این زمین خوفن و تمعا این قدرت هاش کنی شما در دلتون یک هم چه بیارن؟ ثبات ترس بیلا سر خم کنی این بر با رحمت چک شد میکنه که تشنه شده سهام و سقال این ابرهای پرمانند در بالای شما در میبیاره سقال اینو هم میقم از بینی هستن که اینا را اندازه شد به علماء حساب کردیم یک خطره باران 5 گرم می آمد این بخار می شود چقدر باران می باره این بودر زدید یک عبر یک بحر بر میکنم و در پیش قدرتی او هیچیه در پیش قدرتی او هیچیز نداره برای نمید همیشه انزل علی عبده الکتاب رسول الله بندی خدا می شود خدا کتابش میکنم بیا بنده گره به تو بیا بنده شویم الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب محمد عبد درونش بیرونش همش ای خدا هست چیز داره ای خدا هست بندگی را به جای می بیارم خدا به رسول الله کتاب می دهد بهای بندگی کتاب قرآن خدا داشت دویم بهای بندگی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک است و خدایی که بندش محمد صلی الله علیه و سلم شب از بیخ کعبه بزرگ بیت المقدس آورد او را معراج رسول الله بندگی را به جا می‌بره و خدا را قرآن می‌تیاد رسول الله بندگی را به جا می‌بره خدا او را معراج می‌تیاد همه شای بندگی را
اگر ما تو بندگی را به جا نبیاریم، ما در خدای چی نمیتیم؟ بندگی را باید به جا بیاریم، حق بندگی را شناسیم. چیزی که در درون من داریم از ایمان، توفیق، هدایت، علم، عقل، این همش بخشیش الله هست. چیزی در بیرون داریم، دست، پا، زن، فرزند، تجارت، زراعت، دارایی، فقیری، چیزی در بیرون هست، این هم همش الله هست. کسی که انا همین اثبات کنه او بنده هست، درود بیرون همش هست او هست، او هیچی نداره پس هم اخت دارد. انا همین هست بندگی، انا همین آمد که ما را بنده یا درگاه کرد. این مسجد آمدن، طهارت کردن، منتظر عبادت، همه این بهای بندگی هست. اگر ما بنده واقعی شمیم، خداوند درگاه شکر ما در با او کتاب میتیم، علم میتیم، دانایی میتیم. اگر ما بنده شمیم، قسم به خدا ما در عروج میتیم، عروج میتیم. ما هم دیگه بلند میشه روز با روز، مقام پیدا میکنیم، مرتبه پیدا میکنیم، چلی که رسول الله بود. یکان چیز به اندازه بندگی چیزی بزرگ نیست، باید ما بندگی را به جا بیاریم، باید ما بندگی را بسیار اهمیت دهیم که بندگی این چیزی بزرگ قسم به خدا. بنده خدا شدن این به هر چیزی بزرگه، او رسول الله آمد صلی الله علیه و سلم، ای خدام داری خلاص مون کرد، ای آدم پرستی خلاص کرد، ای بت پرستی خلاص کرد، ای ابلیس پرستی خلاص کرد. روزه ده خوردی غلام آزاد کرد، زیار قسم خوردی غلام آزاد کرد، یک از زدی کشتی غلام آزاد کرد. غلام را آزاد میکنه که بنده ی درگاه شود. ما باید بنده ی درگاه باشیم، بندگی را یه جا طلب کنیم، درمی بیرون من چی بداری بلا اخلاقون، تا اینکه هم عروج بلورین هم علم اخلاقاری مناسی کن. اللهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت الرؤوف الرحیم.